درود و سلام خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان، ارگان رسمی حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران. دعوتی امروز من آقای پویا عنایتی، مقیم ایتالیا، روزنامه‌نگار تحقیقی و سابقه دار در تلویزیون و مطبوعات مادر دیگر مثل بی بی سی هستم. از نظر سابقه خانوادگی و سیاسی، ایشون از خانواده ملی به نهضت ملی ایران و جبهه ملی ایران و حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران می باشند. از نسل بعدی هستند و خواستم از تخصص ایشون در مورد تغییر تحولات مجازی یا انقلاب سوم که در جهان اتفاق افتاده و بخصوص در حوزه روزنامه نگاری داره تغییر تحولات عظیمی انجام گرفته، همزمان بعد از 35 سال جمهوری اسلامی در ایران تغییر نسل، حتی ایران امروز با ایران ساله قبل از 1357 بسیار متفاوت می باشد. جمعیت ایران حدود 75-80% شهرنشین می باشد، جوان می باشد، دارای تحصیلات دانشگاهی و عالی می باشد از تخصصی. حتی اون چیزی که دکتر مصدق می خواست در ایران جامعه مدنی و شهروندی درست بشه و از حقوق شهروندی به دموکراسی برسیم، امروز در ایران نشانه های دیده میشه که مردم ایران دارای شهروند میخوان بشن. همه حرکات جامعه مدنی و جنبش هایی که در سالهای اخیر در ایران انجام گرفته گویای این جهش بزرگ در ایران میباشد. سوالم از آقای عنایتی اینه که آقای عنایتی، شما که هم نسل بعد از انقلاب هستید و هم دارای تخصص در این مورد می باشید، چگونه ما با استفاده از این امکانات امروز میتونیم با نسل بعدی یا بعد از انقلاب زن، مرد و خواستش رو در مورد توسعه دموکراسی، توسعه اقتصاد، صنعتی کردن ایران، صلح در خاورمیانه، تمامیت ارضی ایران و حق شهروندی که اون دموکراسی که ما میخواییم بر اساس حق حقوق شهروند ایرانی میباشد نه رعیت امت، این بسیار کار ساده ای نیست و شما که از نگاه تخصصی دارید بفرمایید، حدود 30 دقیقه وقت دارید، در خدمت شما می باشم آقای پویا عنایتی. سپاسگزارم از لطفتون و وقتی که در اختیار من قرار دادید. پیش از هر چیز صحبت خودم رو با یک دیالوگ معروف از یکی از فیلم هایی که پس از انقلاب اتفاقا ساخته شده آغاز می کنم. در اون فیلم میگه اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت بکنید، سینماتوگراف آدم تربیت میکنه. و از همین من استعاره یا وامی میگیرم برای مدخل ورودی به بحث که اگر سینماتوگراف رو به عنوان یک ابزار، به عنوان یک مدیوم در دست بشر قرار بدیم و امروز طرحهای توسعه یافته ترش رو به عنوان این مدیوم، به عنوان رسانه ها و یا شبکه های اجتماعی در نظر بگیریم، شاید بتونیم این جمله رو تغییر بدیم که شبکه های اجتماعی مبارز تربیت می کند. و اگر نیت بزرگی داشته باشیم این هست که میتونیم از طریق شبکه های اجتماعی مبارزان راه آزادی رو تربیت بکنیم. از دیرباز تا به امروز، از زمانی که بشر ارتباطات رو با عنوان علوم ارتباطات فرا گرفته خیلی نمیگذره. در واقع اگر بخوایم سوال شما رو جواب بدیم، به لحاظ علم
ارتباطات که چگونه میشه این تغییرات و تحولات سیاسی رو به وجود آورد و بهش رسید، باید یه بکگراندی رو در مورد تاریخچه این ارتباطات در نظر بگیریم. سوال شما برمیگرده به جامعه ایران، جامعه‌ای که تقریبا در اواخر دوره قاجار همین سینماتوگراف رو وارد ایران میکنه، که این ابزار در ابتدا ابزاری بود که برای تصویربرداری از دربار استفاده میشد و به تدریج با مرور زمان وارد جامعه میشد. از اون زمان تا به امروز یک مناسبت هایی هم شکل گرفته در دنیای سیاست و اون همون مسئله انقلاب مشروطیت است. انقلاب مشروطه اگر نقطه آغازی باشه بر تحولات آزادی خواهانه مردم ایران تا به امروز، همزمان با خودش تحولات تکنولوژیکی رو هم تجربه کرده. به همون ترتیب که سینماتوگراف تغییر کرده و امروز به عنوان یک ابزار تبدیل شده به یک ابزار توسعه یافته تر. همین گفتگویی که من و شما امروز اینجا داریم انجام میدیم در واقع ماحصل تمامی این فصول تکنولوژیکی هستش که ما در تاریخ ارتباطات گذروندیم. اگر بخوایم این مسئله رو در پیوند با شرایط کنونی ایران بررسی بکنیم، جالبه بدونیم که ایران هم مثل هر کشور دیگه خالی از این تحولات نبوده. یکی از این تحولاتی که رخ داده در واقع در عصر پیش مدرن دنیای رسانه بوده. عصر پیش مدرن دنیای رسانه در واقع به میلادی میشه دهه 30 و 40 میلادی و میتونیم تصور بکنیم که در دهه 30 و 40 میلادی که در اون زمان رادیو و روزنامه های چاپی بیشترین استفاده رو و متداولترین ابزار رو در اختیار مردم قرار میدادند، یه سری محدودیت های خاص خودشون رو داشتن. از دهه 30 و 40 میلادی به بعد، یعنی تا اواخر دهه 50 میلادی، ما یک دوره پیش مدرن رو تقریبا داریم. از دهه 50 میلادی تا 2000 ما وارد یه دوره مدرن میشیم. دقیقا فاصله بین 50 میلادی تا 2000 زمانی است که در ایران تحولات شگرفی به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی شکل میگیره. در این دوره است که ما شاهد یک انقلاب هستیم. در سال 1979 در دوره مدرن رسانه. اشتباه نکنیم، ادواری که تقسیم بندی میکنیم ارتباط معناداری شاید به تئوری سیاسی یا اون مدرنیسمی که در سیاست ازش صحبت میشه نداره. ما به لحاظ علم ارتباطات این دوره ها رو تقسیم بندی میکنیم. بنابراین از دهه 50 میلادی تا 2000 ما دیگه در عصر رادیو و روزنامه های چاپی به سر نمیبریم. در عصری هستیم که تلویزیون هم بهش وارد شده. همون سینماتوگرافی که اول ازش صحبت کردیم حالا امروز تبدیل به ابزاری شده، از یک طرف در دست حکومت، از طرف دیگر در دست جریانی از فیلمسازان ایرانی که در حد فاصل در واقع میتونیم بگیم این دوره مدرن هست که موج نوع سینمای ایران هم رخ میدهد. در حد فاصل همین دوره هم هست که گزارش های تلویزیونی در راستا با برخی از اهداف تحول طلب های آن زمان شروع به فعالیت می کنند، شروع به ساخته شدن می کنند. اما اینجا یه نکته خیلی مهمی اتفاق می افته و اون این هست که قشر روحانیون بدون توجه به این اتفاقاتی که داره در صحنه
دنیای ارتباطات در عصر مدرن رخ میده. در واقع داریم از اواخر سال تقریبا دهه 70 میلادی صحبت میکنیم، میبینیم که روحانیون روش بدوی و بدوی ارتباط به صورت فیس تو فیس رو برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی به توسط منبرها پی میگیرن. در واقع یک نکته بسیار مهمی که امروز ما میتونیم بهش، به سوال شما هم جواب بدیم و بهش به عنوان یک کیس استادی نگاه بکنیم، این هست که چگونه سیر تحول دنیای رسانه در دست روحانیون از منبر تا شبکه‌های اجتماعی طی شد و امروز که اینجا هستیم در واقع در دنیای پست مدرنی سپری می‌کنیم که به همون اندازه که دنیا پیشرفت کرده، این رژیم توتالیتر هم در استفاده از تکنولوژی پیشرفت کرده. زمانی بود که در بهترین حالتش، شما که در فرانسه هستید حتما در تاریخ و اسناد وجود داره که چگونه اطرافیان آقای خمینی از پاریس کاست های مصاحبه ها یا پیام های ایشون رو ضبط میکردند و به صورت قاچاقی به ایران میفرستادند. و نگاه میکنیم به بعد از انقلاب. در بعد از انقلاب ما به تدریج از دوره مدرن کم کم فاصله میگیریم و وارد یک دوره میشیم که در عصر در واقع پست مدرن هست، در واقع به سال 2000 نزدیک میشیم. از 2000 به بعد هست که ما یک تحول بسیار عمده ای رو در عرصه ارتباطات شاهد هستیم. این رو تاریخ رو گفتم به خاطر اینکه ما بدونیم انقلابی که در ایران صورت گرفت تنها از طریق ابزارهایی بود که به صورت حداقلی در دست روحانیون اون زمان وجود داشت و یا حالا میتونیم بگیم بخشی از جامعه که در کنار روحانیون هم بودند. اما امروز سوال رو اینطوری میتونیم مطرح بکنیم که با توجه به اینکه چرا در دنیای پست مدرنی زندگی میکنیم از 2000 به بعد که شبکه‌های اجتماعی به شدت گسترده تر شدن و روند توسعه تکنولوژیکی خودشون رو تا حدی پیش بردن که امروز دیگر ما تنها با شبکه‌های اجتماعی طرف نیستیم، با هوش مصنوعی هم طرف هستیم. چگونه است که امروز در دنیای کنونی یک جنگی به نقل از این پوزش میخوام جنگی صورت میگیره که در واقع از اتاق فکر ایشون با عنوان جنگ هایبریدی مطرح میشه. دو سال یا سه سال پیش آقای خامنه‌ای اومدن در یکی از برنامه هایی که فکر میکنم اتفاقا برنامه نوروزی هم بود، گفتن که ما باید روی رسانه ها کار بکنیم و جنگ ترکیبی رو حتی استفاده کردن از این واژه. چرا ایشون به این مسئله فکر میکنه؟ دلیلش خیلی روشنه. ایشون و اتاق فکر ایشون از اونجایی که به صورت سیاسی هم یک الگوی ترکیبی رو برای اداره کشور انتخاب کرده، به همون اندازه هم این الگو رو در سطح رسانه های جمعی هم داره به عنوان یک ابزار استفاده میکنه. هم به صورت سنتی از ابزارهای استفاده میکنه که امروز در نمازهای جمعه مثل تیپیکال همون منبرهای قدیمی برای قشری که به صورت سنتگرا عادت به شنیدن موعظه و پند و نصیحت دارند و از طرف دیگه به صورت خیلی مدرن از طریق
اون ارتش سایبری که در اختیار داره سعی میکنه با انتشار دیس اینفورمیشن و اطلاعات نادرست و میس اینفورمیشن که هر دوش یک تعریف دو تا تعریف جدا داره، جامعه و افکار عمومی رو کنترل بکنه. اما اینجا یه اتفاق خیلی بزرگی رخ داده و در حال رخ دادن هست. سوال شما از اینجا در واقع بیشتر پاسخ داده میشه که چگونه جامعه ایران در مقابل این شیوه ترکیبی که حالا بعد از گذر زمان حکومت یاد گرفته که استفاده بکنه چگونه پیروز خواهد شد؟ خیلی ساده، جامعه اولین قدم رو در جهت پیروزی برداشته و اون آگاهی است و مهمترین قسمت پیروزی آگاهی است و این آگاهی شکل گرفته. جناب آقای خلف، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، سینما، تلویزیون، رادیو از هر نوعی که باشن، به قول مارشال مکلوهان که یکی از تئوریسین‌های در واقع علم ارتباطات بود که کلن رسانه ها رو به دو دسته سرد و گرم تقسیم میکرد، ما از هر دو دسته اینها استفاده کردیم. ما مردم ایران، ما روزنامه نگاران، فعالین، سیاسیون، تا جامعه رو آگاه بکنیم و این آگاهی اولین قدم بود. حال از این به بعد تنها کاری که جمهوری اسلامی میتونه انجام بده، نه دیگر نمیتواند جلوی آگاهی رو بگیره چون جامعه به اندازه کافی آگاه شده، کاری که میتونه انجام بده از ایجاد تشکلها و اتحاد میان مردم جلوگیری بکنه. کاری که میتونه انجام بده این هست که بنده و شما و سایر ایرانیان رو به جای حرکت در خیابان‌ها به پای اینترنت و اینستاگرام و سایر شبکه‌های مجازی بنشانه. من یادم میاد در سال 2009 که در ایران زندگی می‌کردم، مسئله چیزی که بهش انتصابات گفته میشه یا همون انتخابات تبدیل شد به یک چالش، تقلبی که صورت گرفت. ایرانیان نشون دادن که برای اولین بار در تاریخ شبکه‌های اجتماعی میتونن از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنن و اون پتانسیل رو به خارج از شبکه‌های اجتماعی در فضای واقعی وارد بکنن. و بعد از ایرانی این عرب‌ها بودند در دنیای عرب، اون عرب اسپرینگی که اتفاق افتاد، که تونستن باز از طریق فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی هم رسانی بکنند. سوال اینجاست که اگر جلوی همرسانی گرفته بشود، اینترنت قطع بشود، اون موقع چه کار باید کرد؟ اینجاست که من تاکید میکنم به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که برای آزادی، دموکراسی، برابری و جدایی دین از حکومت تلاش میکنه، با قطع شدن شبکه‌های اجتماعی اگر ما در خیابون باشیم اتفاقی نخواهد افتاد. درسته روند گردش اطلاعات قطع خواهد شد، اما نباید ترسید و هراسناک بود از اینکه اینترنت کنترل، فیلتر و یا قطع بشه. تنها راه در واقع پیروزی در این مسیر اولیش آگاهی بوده که شکل گرفته، دومیش شروع کردن حرکت در میادین و خیابان هاست. این دیگر راهی نداره که جمهوری اسلامی بخواد در واقع جلوگیری بکنه. بی اثر کردن بازوی جمهوری اسلامی در بی اثر کردن سیکل استفاده از شبکه‌های اجتماعی در دوره حساسی است که جامعه
باید در خیابانها حاضر بشه و اون هسته هایی که شکل میگیره و مقاومتی که صورت میگیره اگر گسستنی ناپذیر باشه، جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری از شبکه های اجتماعی نخواهد توانست که جلوی انقلاب ایران رو بگیره. بنابراین ما تا زمانی که شبکه های اجتماعی فعال داریم به روند اطلاع رسانی و اون شکل‌گیری اتحاد کمک میکنیم، اما از اینکه اینترنت قطع بشه نباید نگران باشیم. این چیزی است که جمهوری اسلامی در سال 96 و 98 انجام داد. برای چند روز اینترنت رو قطع کرد و در اون قطعی هزاران نفر رو دستگیر و کشت، دستگیر کرد و کشت. اما در سال دو سال پیش تقریبا که انقلاب مهسا شکل گرفت، اول موفق نشد که کامل اینترنت رو قطع بکنه. از اینجا باید در واقع یک نکته رو هم من یادآور بشم که عدم وابستگی جنبش آزادی خواهانه مردم ایران به اینترنت در زمانی که انقلاب در حال به ثمر رسیدن هست یک حسن هم داره جناب آقای خلف، و آن این هست که چنانچه شرکت های بزرگ فناوری تصمیم گرفتن که در دوره‌ای یا در یک پیک زمانی با جمهوری اسلامی دیل و یا معامله‌ای بکنن که اینترنت رو در ایران بتونه به راحتی فیلتر بکنه، که اینترنت از طریق ماهواره کمان که در جنبش یا انقلاب مهسا اینترنت وصل بود، حتی اگر وصل نذارن بمونه باز دوباره ما با حضور میدانی به نقل از آقای جواد ظریف که این کلمه میدانی رو استفاده میکرد، من هم استفاده میکنم اینجا، حضور در میدان برتریت ما رو به حضور در واقع اکثریت قریب به اتفاق همچنان حفظ خواهد کرد. این برتریت ما، این تجمع بزرگ انسان ها مگر در زمان سال 1979 که انقلاب ایران به هر دلیلی شکل گرفت و به نتیجه رسید، مگر شبکه‌های اجتماعی وجود داشتند؟ درسته ما نمیتونیم امسال رو با اون سال مقایسه بکنیم و قصدی هم نداریم، اما ما در بدترین سناریو در نظر میگیریم. بنابراین نکته من و حرف من این هست که از تمام پتانسیل ها باید جامعه ایران استفاده بکنه. اما در تکمیل سوال شما، نکته دیگری که وجود داره این هست که وظیفه شهروند خبرنگار تا زمانی که اینترنت داره کار خودش رو انجام میده هم نباید فراموش بشه. امروز دنیای فناوری و وظیفه هر شهروند میطلبه که ما بتونیم به عنوان افرادی که در مقابل جامعه خودمون مسئول هستیم از این وسیله استفاده بکنیم، از این طریق ممکن برای پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی خودمون استفاده بکنیم. کاری که مردم ایران و زنان ایران میکنن، اگر جایی احساس میکنیم که لازمه عکسی گرفته بشه، گزارشی تهیه بشه، هیچ شهروند دریغ بکنه و این گزارش ها میتونه جنبه مستند داشته باشه. یکی از ویژگی های جنبش انقلابی مهسا در این بود و این هست که مردم ایران یاد گرفتند
که چگونه از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنند. حتی اگر وقتی قطع شد یا اینترنت ضعیف شد یا فیلتر شد، باز این امکان وجود خواهد داشت که فردا دوباره بتونن این فیلم ها و عکس ها و گزارش های خودشون رو به دست نهادهایی برسونن که از طریق اونها اعمال فشار بشه برای احقاق حق، برای خبررسانی، برای شرمساری برخی از دولت های غربی، که به نقل از برخی از خبرها گفته میشه که در حال رایزنی برای کاستن از لبه تیغ تیز تند رسانه هایی هستند که علیه حکومت امروز دارن کار میکنن. ما شهروند خبرنگار باشیم آقای خلف. شهروند خبرنگار بودن یک به نظر من در دوره‌ای که امروز داریم زندگی میکنیم، به قول در واقع کتابی که بارها در موردش صحبت کردیم، زیستن در عصر ظلمت، یا تایتلی شبیه به این داشت، ما وظیفه خودمون میدونیم که از طریق مسئولیت فردی جامعه خودمون رو به سمت برابری و آزادی هدایت بکنیم. و فقط لازم این نیست که من تایتل ژورنالیست تحقیقاتی رو داشته باشم، کافی است که یک ایرانی باشم و متعهد و باورمند به فردای بهتر ایران. من فکر میکنم این بخش از سوال شما رو تا اینجا پاسخ دادم که مسئولیت شهروندی به نظر من مهمترین ویژگی است که میتونه ما رو در جنگ رسانه‌ای پیروز بکنه. با سپاس از شما. هنوز وقت داریم 6 دقیقه دیگه یا 7 دقیقه دیگه. اگر سوالی دارید بپرسید. سوالم اینه که امروز شما چگونه ارزیابی میکنید نسل جدید یا نسل بگم 25-30 سال ایرانی در شهرهای بزرگ؟ به فکر میکنم اگر درست یادم باشه یکی از کشورهایی است که خیلی استفاده از وسایل ارتباطات مجازی با درصدش بالاست. بله. ایرانی ها طرز استفاده به خصوص نسلهای بعدی خیلی طرز استفاده بالاست و این یک به قول معروف گامی بسیار مثبت می باشد. شما چگونه ارزیابی میکنید در مورد اون مستندسازی یا بین داخل و خارج چگونه ارتباطات رو میبینید؟ یعنی آیا ما میتونیم یه سری پیام‌های حرفه‌ای از این مسیر یا از با استفاده از مثال مجازی و بدونی که اون وارد مسائل ساختاری بشیم، یعنی اطلاعات، ارتباطات یک طرف، همزمان پیام‌های سیاسی که به سوی میخواد یک گام‌های مثبت بده، از طرف دیگه شما که در این مورد تجربه دارید، من نمیخوام تجربه روزنامه نگاری کاغذی که دست گذاشتی روش خیلی هم خوب بوده، یک زمانی در همین اتحادیه اروپا یا در قبل از اتحادیه اروپا بسیار نقش بزرگی روزنامه نگاران بازی کردن در ارائه اطلاعات و اطلاعات دقیق. ولی امروز با این مسائل مجازی یه اشکالی که وجود داره، اون ما بهش میگیم فیک نیوز، یعنی اون اخبار دروغین که همزمان به صورت وسیع یا توسط همین رژیم مثل جمهوری اسلامی یا یه سری دیگه به خاطر مسائل منافع گروهی یا لابی‌های متنوع صنعتی اینا که منافعش ایجاد میکنه، همین استبدادهای اسلامی در خاورمیانه، موندن اینا به نفع اوناست. شما چگونه ارزیابی میکنید در از دیدگاه یک شخص حرفه‌ای که اطلاع داره چگونه این مسیر داره طی میشه؟ بفرمایید حدود 6-7 دقیقه وقت دارید. ببینید، به باور من یک نکته خوشبینانه ای وجود داره، این که ما داریم به عنوان یک جامعه در خاورمیانه
تاریخ ساز میشیم و اگر با همین ترتیب ادامه بدیم، این انقلاب امروز ایران در به اصطلاح انقلاب مهسا مدرن ترین انقلابی است که در تاریخ بشریت رخ میده برای اولین بار. و اینکه شما میفرمایید ما چگونه میتوانیم، به نظر من ضعفی که امروز در درون حکومت ایران وجود داره نشون داده که پاسخ شما داده شده و ما در واقع توانستیم، ما از فعل اکنون و گذشته میتونیم استفاده کنیم، ما راه رو یاد گرفتیم. تنها این میمونه که ما چطور اون ثمره اصلی یعنی آزادی نهایی رو تجربه بکنیم و به دست بیاریم. من نکته بسیار مهمی رو اینجا میخوام بگم که حکومت سعی میکنه از همین طریقی که شما گفتید با اختلاف افکنی، با پرونده سازی، با دروغ پردازی و ایجاد در واقع یک موج شبکه‌های مجازی رو اداره بکنه. من دوباره برمیگردم به این نسل جوان که از به اصطلاح ازش به عنوان نسل زد به اصطلاح صحبت میشه. نسل زد امروز یاد گرفته که چطور در صحنه های واقعی، در ورزشگاه ها، در خیابان ها، در مترو و در هر جای دیگری از ایران حضور خودش رو به حکومت تحمیل بکنه. و این از هوشیاری این نسل میاد. شبکه های اجتماعی به نظر من پتانسیل این رو دارن که همچنان به این روند در این انقلاب ادامه بدن، اما باید در نظر بگیریم که شبکه‌های اجتماعی جایگاهی است که میتونه با در واقع زمین بازی خود این رژیم هم باشه. ما اگر بخوایم راحت‌تر به این مسئله برسیم، این هست که پیام رسانی رو فقط به شبکه‌های اجتماعی موکول نکنیم. در واقع مردم بتونن از طریق فیس تو فیس و فعال بودن در سطح خود جامعه، در مترو، در ورزشگاه و جاهای دیگه ای که چند دقیقه پیش گفتم، بتونن حضور فعال داشته باشن و اون اخباری رو که از منابع معتبر خارجی مثل AP، مثل Associated Press و مثل دیگر خبرگزاری هایی که واقعا بی‌طرف هستند دریافت میکنن، از مسائل حقوق بشر گرفته تا مسائل اقتصادی و دیگر، اینها رو در واقع زیر نظر بگیرن. ما نمیدونیم فردا چه تولید کننده یا چه تهیه کننده ای در کدام یکی از این شبکه ها شروع به کار میکنه، با چه اهدافی. بنابراین یکی دیگر از کارهایی که به نظر من برای جلوگیری از بیراه بردن جنبش لازم هست انجام بشه این هستش که ما بتونیم دریافت خبر رو از منابع مختلفی که داریم گسترده بکنیم. پیام رسانی که توسط خود شما و در برنامه های هفتگی صورت میگیره، توسط جمهوری خواهان، این مسلماً به دست مردم میرسه، مسلماً واکنشش این خواهد بود که در پای صندوق های رأی فرمایشی و انتصابی حضور پیدا نمی کنند. در واقع من میخوام از موفقیت هایی بگم که به دست اومده که آخرینش همین انتخابات یا همون انتصاباتی بود که شماها به عنوان نسل قبل از ما با تجربیاتی که داشتید تونستید استفاده ببرید
و پیام رسانی بکنید از طریق همین شبکه ها، بیانیه ها، سایت هایی که دار منتشر کردن این بیانیه ها رو و برنامه هایی که ساختید. اما مشکل واقعی زمانی پیش خواهد اومد که اینترنت قطع بشه. اون زمان که اینترنت قطع شد، در واقع ما نیاز داریم که خیابون رو خالی نکنیم. من میدونم که بعد از صحبت‌های من که برای اولین بار در یک تلویزیون یا نهادی حضور پیدا می‌کنم به این ترتیب به صورت تصویری در واقع، منجر به این خواهد شد که برای من هم دروغ پراکنی‌هایی رو انجام بدم. اشکالی نداره. من آگاهانه اومدم اینجا که این مسئله روشن رو برای مردم و مخاطبین و جمهوری خواهان و همه مردم ایران باز روشنتر کنم که هیچ وقت جمهوری اسلامی اونقدر قوی نبوده و نیست که توان در مقابله در برابر مردم ایران رو واقعا داشته باشه. و این یک واقعیتی است که ما جمعیت بسیار بزرگی هستیم در خاورمیانه. ما کافی است که بتونیم به هدف خودمون که یعنی اتحاد باشه برسیم. با سپاس از شما آقای عنایتی، امیدوارم که در آینده نزدیک چهارشنبه، یعنی یکی از چهارشنبه‌های آینده نزدیک، دنباله همین بحث رو وقت داشته باشید که بتونم شما را دعوت کنم به در مورد همین بحث ادامه بدیم که بازتر وقت بیشتر داشته باشید بتونیم اینو توضیح بدیم از نظر کارشناسی و تخصصی. شاید بتونیم کمکی بدیم. مقدمه ای بود برای چرا که میشد صحبت کرد. سپاسگزارم و تا آینده نزدیک.